به نیمه دوم برنامه زنده چشم‌انداز دوشنبه شب خوش آمدید. همونطور که پیشتر اعلام کردم، امشب میهمان ویژه‌ای داریم. از نویسنده لولیتا خانی در تهران درباره دلایل مهجور ماندن ادبیات ایران در جهان و اهمیت ترجمه می‌پرسیم و دقایق دیگر هم میزبان افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات شمع و مه خواهیم بود. بی تردید خانم آذر نفیسی برای علاقه‌مندان به ادبیات نیاز به معرفی ندارد. فقط همینقدر باید در معرفی او یادآوری کنم که کتاب لولیتا خانی در تهران بیش از 117 هفته در فهرست پرفروش‌ترین های روزنامه نیویورک تایمز بوده و به 32 زبان ترجمه شده. خانم نفیسی بسیار بسیار خوش آمدید. برای آغاز این گفتگو در خصوص ادبیات فارسی و دلایل اینکه چندان جهانگیر نشده، من خوشحال میشم که برگردیم و آغاز کنیم با خود شما، درباره خود شما صحبت کنیم. شما کسی هستید که انتخاب کردید، تصمیم گرفتید کتاب هاتون رو به زبان انگلیسی بنویسید. میدونیم که برای مثال در هلند ما امروز نویسنده‌ای رو داریم، قادر عبدالله، که داره به زبان هلندی مینویسه، یا حتی بیرون از حوزه ادبیات برای مثال زنده یاد شایگان رو داشتیم که به زبان فرانسه می نوشتن. این موضوع جالبی هست که برای ما توضیح بدید چرا به زبان انگلیسی می نویسم. به خاطر اینکه در فعلا در آمریکا زندگی می کنم و زندگیم از طریق زبان انگلیسیه که میگذره. بعدم میدونین یه لذت خاصیه که به زبان دیگر بنویسین، ولی سایه روشنهای زبان مادری رو وارد زبان دیگه بکنین. خیلی از نویسنده هایی که به زبان دیگه مینویسن این کار رو میکنن. مثلا خود ناباکاف، شما وقتی که نثر انگلیسی اونو میخونین که خیلی نثر درخشان، میبینین که لایه‌های روس زبان روسی از طریق زبان انگلیسی میاد بیرون، و خب این یک دلیلشه. دلیل دیگه هم اینه که فکر کردم میخواستم اون چیزهایی رو که نمیتونستم توی ایران بگم رو در برای خوانندگان تازه مطرح بکنم، به خاطر اینکه تصویر از ایران تصویر بسیار سیاهی بود و میخواستم که حتما در تماس، ایجاد تماس با خوانندگان زبان انگلیسی موفق باشه. یعنی به نوعی شما مخاطب خودتون رو تغییر دادید، اگر اشتباه نکنم. این بار میخواستید که با انگلیسی زبانها یا به عبارت با دنیای وسیعی تری صحبت کنید، درست میگم؟ در یک سطح اینه، در سطح دیگه من فکر میکنم که ادبیات جهانیه، یعنی مرز زبانی نداره، و به همین جهت با وجود اینکه به زبان انگلیسی من مینویسم، امیدوارم که یه زبان دیگری پنهان شده پشت اون زبان. مثلا لولیتا خانی در مورد تدریس در ایران بود، ولی مسئله اصلی هم که میخواستم طرح کنم اینه که انسان‌ها وقتی که در شرایطی قرار می‌گیرن که واقعیت درها رو به روشون می‌بنده، چه شکلی از طریق تخیل و فکر درها و درهای دیگری رو باز می‌کنن. این مسئله‌ایه که دیگه فقط مربوط به ایران یا آمریکا یا فرانسه نیستش، مسئله جهانیه. یه نظری هم به اون جهان شمول بودن زبان ادبیات داشتم. این خیلی نکته جالبی است. شاید بگم کلید بحث ما هست وقتی که میگید که ادبیات مرز زبانی نداره، اما میدونیم که تمام ادبیات همون زبان هست. یعنی شما اگر زبان رو بگیرید ادبیات ندارید. من وقتی که نگاه میکنم به آثار شما و استقبالی که از کتاب‌های شما شده، با خودم فکر میکنم که اگر خانم نفیسی همین کتاب‌ها رو به زبان فارسی نوشته بود، همین استقبال رو از در واقع از بازار کتاب به معنای کلی خودش دریافت میکرد یا نه؟ یعنی نویسنده ایرانی که در امریکا زندگی میکنه اما فارسی مینویسه.
نمیدونم واقعا، نمیتونم به این سوال شما پاسخ بدم. میدونم که به خاطر لطفی که جمهوری اسلامی به کتابهای من داره و اونو ممنوع کرده، توی در داخل ایران شوق و علاقه هست برای خوندن اون کتابها، و خیلی اوقات هم از ایران افراد تماس میگیرن که من واقعا خیلی از این تماس خوشحال میشم، گرچه که متاسفانه هیچ کدوم از کتابهای من به زبان فارسی ترجمه نشده. ولی موقعی که تو ایران بودم هم میلی به نوشتن به زبان دیگری نداشتم، یعنی اولین کتابی رو که نوشتم و مقالاتم همه به زبان فارسی بود. ولی فکر میکنم موقعی که وارد یک محیط جدید میشین، اون محیط تاثیرگذاره و نمیتونین خارج از اون محیط زندگی بکنین یا سخن بگین، و در عین حال حتی جهان شمولی هم شروع میشه با اینکه غرق در یک تجربه بشین و بعد اون تجربه رو بست بدید. برای بیان این تجربه‌ای که شما صحبت می‌کنید، قائل هستید به ظرافت‌های زبانی. بله. یعنی وقتی که ما در مورد زبانی مثل زبان آلمانی حرف می‌زنیم، زبانی مثل زبان فرانسه حرف می‌زنیم، آیا بیان احساسات و در واقع تصویرسازی در اون زبان بهتر انجام میشه، دقیق‌تر صورت می‌گیره یا نه؟ نه، من کاملا، یعنی زبان شکل دیگری از اون واقعیتیه که میخواین بیان بکنین، به همین جهت و هر زبانی هم ظرافت‌های خودش رو داره و سایه روشن‌های خودش رو داره، این رو نمیشه تکذیب کردش. من همونطوری که گفتم یه لذتی که از انگلیسی مینویسم، اول اینکه خیلی از تابوها از بین میره وقتی که به زبان دیگه ای صحبت میکنین. دومن این که همونطوری که قبلا گفتم، من یه علاقه خاصی داشتم که فارسی زبان مادریم رو وارد انگلیسی بکنم. یعنی این لحن شما همچنان لحن یعنی اون لحن رو، و میدونین چیز خیلی غریبیه این، هم لحن زبان فارسی، پیچ و خمهای زبان فارسی، و هم اون زبان ناگفته‌ای، اون حس ناگفته‌ایه که بر اثر از دست دادن وطن و زبانش دست میده. یعنی خود اون غم رو دلم میخواست که بیارم توی کتاب هام، گرچه که به زبان دیگه ای نوشته شده بود، ولی میخواستم جای پای ایران باشه، گرچه که خیلی ها ممکنه متوجه نشن که این جای پاها مال ایرانه. ممنونم، گفتگو رو ادامه میدیم. اما پیش از اون آقای افشین شحنه‌تبار، مدیر انتشارات شمع و مهر رو از تهران داریم. خوش آمد میگم آقای شحنه‌تبار، در خدمت خانم نفیسی اینجا در استودیو هستیم. من از شما میخوام بپرسم که به عنوان ناشری که کتابها، یعنی ادبیات فارسی در ایران رو به زبانی دیگر و به مشخصا انگلیسی و زبانهای اروپایی منتشر میکنه، چقدر این ادبیات داستانی رو نزدیک به استانداردهای جهانی میبینید؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز و همینطور سرکار خانم نفیسی، که من از همیشه از علاقمندان به آثارشون بودم، و با تشکر از شما که منو دعوت کردید به برنامه. در مورد سوالتون میخواستم بگم که من همیشه گفتم تو این سالها، خب بیشتر از 15 سالی که تو این زمینه فعالیت میکنم و تا الان بیشتر از 80 عنوان کتاب از زبان فارسی به زبان دیگه کار کردم، که خب بعضی از اونها موفق بوده. در مورد اینکه توانایی های نویسندگان ما چقدر هستش، من اینو خیلی راحت بگم که نویسندگان ما، به خصوص نویسندگان معاصر ما که الان کار میکنن و نسل نو، اینها اگه چیزی بیشتر از نویسندگان خارجی نداشته باشن، کمتر هم نیستن. ما مشکلی که داریم و همیشه هم من بیان کردم، بحث انتقال زبانی هستش، که میشه گفتش که همون بحث نبود مترجم هستش. ما اگه بخوایم در مورد بحث جهانی شدن ادبیاتمون صحبت کنیم، که من در اینجا اینو خدمت شما عرض می‌کنم که بحث جهانی شدن این نیستش که هر آثاری از داخل ما بخواد ترجمه بشه، این آثار بخواد جایزه نوبل بگیره. منظور من از جهانی شدن این هستش که
به همون اندازه که ما آثار خارجی ها رو میخونیم، اونها با نویسندگان ما و با آثاری که در داخل تولید میشه، منظور تولید نیست، داخل نیست، هر ایرانی که بنویسه، حالا من نمیخوام بحث داخلی و خارجی نداریم و اصلا موافق این موضوع نیستم، هر ایرانی که در هر جای دنیا مینویسه، مردم غیر ایرانی هم با اون آشنا بشن. ما اگه بخوایم به یک همچین موقعیتی بخوایم برسیم، یک مانع خیلی بزرگ جلوی ما هستش و اون نبود مترجمینی که توانایی داشته باشن از زبان فارسی به زبان‌های دیگه ببرن. این اولین مانع ما هستش به نظر من که باعث میشه که ما نتونیم ادبیات رو معرفی کنیم. ببینیم ما در عذر میخوام صحبتتون رو قطع کردم، متوجه شدم نکتتون روشنه، اما اگر اشتباه نکنم شما قائل هستید که تکنیک ها و استانداردهای جهانی رعایت میشود، فقط باید ما یک پلی داشته باشیم که در واقع به جهانیان نشان بدهیم که تولید ما چی هست، درسته؟ دقیقاً همین هستش. ببین ما تو بحث الان بکنم، تو من از صحبت شما بگیرم، یکی اینکه خب استانداردهای لازم رو داره که من مطمئنم میگم داره، من شک ندارم که نویسنده های ما با توجه به محدودیت هایی که دارن در بحث سانسور یا بحث ممیزی، با این حال اینها صاحب قلم خاصی شدن که این میتونه برای خارجی خیلی جذاب باشه. من به نظر من ما مشکلی که داریم این هستش که ما نمیتونیم یک پولی داشته باشیم بین زبان فارسی و زبان‌های دیگه. این هم برمیگرده به خاطر اینکه نوع زبان فارسی است که قرابتی با زبان‌های دیگه نداره و محدوده جمعیت استش، و این لطمه به ما زده که باعث شده که ما ادبیات ایران در بیرون از کشور ناشناخته بمونه. من براتون مثال میخوام بذارم. عذر میخوام خیلی آقای شحنه تبار، فرصتمون کوتاهه. خانم نفیسی، صحبت آقای شحنه تبار رو شنیدیم، اما این گفته ها منتقدانی هم داره، از جمله این که من با یکی از دوستانم صحبت میکردم که خودش نویسنده است و داستانهایی رو چاپ کرده، به من میگفتش که ما برای مثال در ادبیات داستانی هنوز که هنوزه، اگر برای مثال رمان دایجان ناپلون رو بذاریم کنار، بسیار به ندرت میتونیم ببینیم داستان‌های موازی که مطرح میشه. شما آیا قائل هستید که نویسندگان امروز ایران در واقع با استانداردها و با ادبیات امروز جهان آشنایی دارند؟ خب محیط همونطوری که ایشون هم فرمودن محیط بسیار محدودیه و به همین جهت تماس به اصطلاح ارگانیک خیلی مشکله با جهان خارج برقرار کردش، و در ضمن این تماس ها استمرار نداره، دنبال نمیشه، دائم توسط قدرت حاکم شکسته اما میشه. اما پیش از انقلاب، اگر منظورتون از محیط ایزوله یا بسته دوران پس از انقلاب هست، پیش از انقلاب چه بوده؟ نه، درست میفرمایید. من فکر میکنم که ادبیات مدرن فارسی هنوز در حال گذاره در حقیقت. بعد از انقلاب که خب این خیلی شدت پیدا کرد، قبل از انقلاب شما با آثاری که مواجه می شدین رئالیست نبودن، رئالیست سوسیالیستی بودن، یعنی در حقیقت یک ایدئولوژی بودش که اونها رو شکل میداد، در حالی که رئالیست کاملا یک معنای دیگه ای داره. و من همیشه اون موقعی که ایران بودم توی نوشته هام هم این تکرار کردم که ما در حقیقت احتیاج داریم به یک ادبیات واقع‌گرا بدون ایدئولوژی. بعد از انقلاب همه اینا شکسته شد و ماها در یک خلاء قرار گرفتیم، نویسندگان هم در خلاء قرار گرفتیم، برای اینکه دیگه نمیتونستیم برگردیم به گذشته و تکرار بکنیم، هم در خلاء قرار گرفتیم به خاطر اینکه دیگه نمیدونستیم چی بگیم. ما در جستجوی زبان تازه باید باشیم، تقلید هم نمیتونیم بکنیم، هزار تا بخونیم از آقای پاموک گرفته تا ارسطو فایده نداره، باید زبان رو ببریم جلو و زبان رو شکل بدیم. اون یه چیزیه که خب هنوز من فکر میکنم نویسندگان ما در حال تجربهش هست. اگه خیلی کوتاه من از شما بپرسم که پاسخ آقای شحنه تبار رو هم در این رابطه داشته باشم، چقدر بحث در واقع فردگرایی، ایندیویژوالیزمی که در غرب تجربه شده و اثرش بر ادبیات در نگاه
نگاه شما اگر بتونم بگم مقفول هست، یعنی ما در ایران اساساً با چنین چیزی آشنا نیستیم. من میخوام این رو بدونم که چرا ما برای مثال هنوز که هنوز داریم در مورد صادق هدایت حرف میزنیم، اما پس از صادق هدایت بودند نویسندگان بزرگی اما در رده او قرار نگرفتن. همین اتفاق ما حتی در روسیه داریم میبینیم. بله، یعنی داستایوفسکی رو ما داشتیم اما پس از اون نام‌های بسیار بزرگی بودن. این رو شما چطور میبینید؟ نه درست میگم، من فکر میکنم که یه مقدارش مواجه شدن با خود واقعیته که خیلی تجریدی واقعیت رو میبینیم. یه دلیل اینم که بعد از هدایت نداشتیم همین مسئله فردگراییه، یعنی اینکه به جزئیات پرداختن اونجاست که ما مسئله داریم که نتونستیم این جزئیات رو طوری وارد زبان ادبی فارسی بکنیم که مبدل بشه به یک کل جهان شمول. این هنوز تجربهش رو نداریم به نظر من در رمان فارسی، در قصه فارسی تجربه شده. ممنونم آقای شحنه تبار. علاوه بر این که گفته میشه ما هنوز در واقع در ایران فرق بین نوول و نوولا چندان مطرح نیست، من میخوام از شما همین سوالی که از خانم نفیسی پرسیدم رو جوابش رو داشته باشم که در واقع چقدر ما تجربه کردیم ادبیات مدرن رو در داخل ایران. ببینید در هر صورت ما اتفاقا من نظرم این هست، یعنی اعتقاد دارم به موضوع که ادبیات مدرن تا حدی با شکل شمایل ایرانیش وارد نوشته های ما شده و ما اینو میتونیم ببینیم. ببینید یک واقعیتی هستش، ما نباید کلی بخوایم نگاه کنیم به موضوع. در بیرون از ایران هم همینطور هستش، در بیرون از ایران هم برای مثال در کشور انگلستان که بیشتر از 1000 عنوان کتاب جدید در سال تولید میشه به زبان مادری، شاید 50 تا یا 100 تا از اونها موفق باشن. در ایران هم همینطور هستش، ما نسبت به نویسندگانی که داریم و اینها سعی میکنن که صاحب سبک خاصی بشن، صاحب امضای خاصی بشن و سعی میکنن خودشون بروز کنن، اصولا از تعداد زیاد نویسنده که ما داخل داریم خب به طب خب میشفتش که شاید 10% اونها آثار بسیار خوبی باشه که اینها قابلیت برگردان و معرفی جهانی داشته باشه. همونطور که خانم نفیسی گفتن، ما مشکلی که داریم اینه که این کارها به صورت مستمر نبوده و به صورت خیلی پراکنده بوده. واسه همین هستش که ما اگر در بیرون از کشور بخوایم صحبتی کنیم، بریم توی کتاب فروشی و بخوایم در مورد یک آثاری از ایران ببینیم، هیچ کسی شناختی نسبت به نویسنده های ما نداره و به خاطر اینکه کاری نشده. وقتی کاری نشده باشه توقعی نمیشه ما داشته باشیم که چرا ما موفق نبودیم یا اینکه آثار ما در چه حدی از استانداردهای جهانی هستن. من از خود میگم که این ضعف رو ناشرین ایران دارن، که وقتی ناشرین ایرانی تو این زمینه فعالیتی نمی کنن و نمی خوان که موانع رو بردارن، اصولا ما نمیتونیم توقع داشته باشیم از خارجی ها که بیان و ادبیات ایران رو معرفی کنن. دو این مشکلی که ما داریم، بازم همون برمیگردم به همون حرف اولم که نبود مترجمینی که بتونن از فارسی به هم به زبان دیگه کار کنن. برای مثال میخوام بگم همین امسال جایزه The Man Booker Prize که خانم لهستانی خانم اولگا تونست این جایزه ببره، میبینیم که نصف این جایزه تقدیم میشه به خانم جنیفر کرافت، کسی هستش که مترجم این اثر هستش. یعنی میخوام بگم که نقش مترجم چقدر میتونه مهم باشه و این دقیقاً نقطه ضعفی است که ما داریم. من فکر می‌کنم که ضعف ما بیشتر در نبود مترجمین هستش تا البته مسائل دیگه هم هستش، نبود ایران در قانون عضویت در کنوانسیون برن یا هم قانون کپی رایت، مسائل سیاسی بین کشورها با ایران و اینها، در هر صورت همه اینها موانع هستش. بسیار بسیار مشکل معرفی ادبیات ایران رو در بیرون از کشور بسیار. کار نیستش که پس یک ناشر بخواد یا به صورت فردگرایی بخواد این کاری که صد بیش نزدیک یک قرنه که کوتاهی شده بخواد انجام بشه. بسیار عالی. خانم نفیسی، خیلی ها ایرادشون به اساسا زبان فارسی هست و نکته ای که وجود داره این هستش که میگن وقتی که شما یک متن ادبی رو میخواید ترجمه کنید به سختی ترجمه پذیر هست به دلیل مسائلی که توش وجود داره، دقتی که وجود نداره. شما این رو چطور میبینید؟ لحنی که ازش حرف میزدید و داریم بهش برمیگردیم. بله درسته، این حرف درسته. ماها در نثر
خیلی خیلی به اصطلاح بازی و تجربه کم داریم و همون زبان فرد رو درست کردن و به قول جمالزاده میگفت ما باید فارسی رو دموکراتیزه کنیم، دموکرات زبان رو باید دموکرات بکنیم. و ما مشکلی جدای از مسئله زبان به لحاظ محتوایی، وقتی که ادبیات ما بسیار توجه داره به مسائل بومی دیگه هیچ مشکلی نداریم برای انتقالش به یک فرهنگ دیگه، وقتی که خیلی توجه داره به مسائل قومی. بله، مگر اینکه بتونه اون مسائل قومی رو به سطحی برسونه که اون وقت یه سطح جهان شموله که مثلا هدایت تا حدی این کار رو تونست بکنه و خب شباهت های هم بین آثار اون و نوالیس و نروال و بقیه میبینیم. در ضمن حرفی که ایشون زدن در مورد مترجم اضافه بکنم، ما نقد جدی هم نداریم و احتیاج هست به این که یعنی نویسنده یک همزبانی در یک سطح دیگه هم احتیاج داره و ما نقد جدی نداریم به همین جدی مسائل. متاسفم از اینکه فرصتمون تموم شده. ممنونم، سپاسگزارم از خانم آذر نفیسی نویسنده و آقای افشین شهرتبار مدیر انتشارات شمع و مه که دعوت برنامه چشم‌انداز رو پذیرفتند.